با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من شلر حقانیفر با برنامه با خبر امروز سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه 10 ماه میلادی می در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. واکنش عجولانه و بدون پشتوانه دولت جمهوری اسلامی به اعتراض‌های معیشتی. رئیسی با اعتراف به موج جدید افزایش قیمت‌ها از کوپنی شدن کالاها خبر داد. دوره تازه سرکوب و بازداشت معترضان در خوزستان. فعالان مدنی از دستگیری گروهی و گروگانگیری اعضای خانواده‌ها حتی کودکان گزارش می‌دهند. حکم نهایی دادگاه بلژیک برای همدستان دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی. سه ایرانی متهم به اقدام تروریستی هر یک به دست کم 17 سال زندان محکوم شدند. تسهیل ارسال کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین با تایید جو بایدن. وزارت دفاع ایالات متحده هم از آموزش به نیروهای اوکراینی گزارش داد. و گفتگوی ایران اینترنشنال با مدیر بخش حقوقی اداره مهاجرت آمریکا. شرایط اخذ تابعیت در ایالات متحده تغییر خواهد کرد. همزمان با شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌های معیشتی در ایران در واکنش به افزایش قیمت و کمیاب شدن برخی کالاهای اساسی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در واکنشی عجولانه و بدون پشتوانه از حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و شروع برنامه کوپنی شدن کالاها خبر داد. او دیشب در مصاحبه تلویزیونی با اشاره به افزایش یارانه‌ها و پرداخت آن به 9 دهک جامعه گفت تا زمانی که زیرساخت‌های فنی برای کالابرگ‌های الکترونیک آماده می‌شود، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. ابراهیم رئیسی با این توضیح که نهادهای حکومتی برای اصلاح اقتصادی هم نظرند گفت همه مردم از یارانه نان و جارو برخوردار می‌شوند. مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300,000 تومان در ارتباط با نان و دارو همه بهره‌مند میشن بدون استثنا، تمام آحاد مردم از نان و دارویی که دارای در واقع همون قیمت یارانه ایست برخوردار میشن. و این حمایت معیشتی از مردم، یعنی اون چی که پرداخت میشه عنوان حمایت معیشتی است. چرا؟ چون ما میخوایم ابتدای سال یک تغییر قیمتی داشته باشیم نسبت به بعضی از کالاهای اساسی. این باید حمایت از مردم بشه. حمایت از مردم هم فعلا برنامه‌ریزی شده که 2 ماه یک حمایت این گونه بشه، بعد تبدیل میشه به کالابرگ الکترونیک طبق برنامه‌ای که دولت داره. این کالابرگ الکترونیک هم برابر قانونی است که انجام میشه، هم اون چیزی که به عدالت نزدیک‌تره و میتونه گرانی رو به دنبال نداشته باشه. بخشی از توضیحات ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی دیشب او را شنیدید. بر مبنای گزارش‌ها پس از پایان گفتگوی تلویزیونی رئیسی، پیامک واریز کمک معیشتی 300 و 400 هزار تومانی برای شهروندان ارسال و این وجه به حساب آنها واریز شده. هرچند بر اساس پیامک دیگری که برای سرپرستان خانوار ارسال شده، بنا به ابلاغ بانک مرکزی برداشت یارانه جدید واریز شده فعلا ممکن نیست. طبق برنامه اعلامی دولت، پرداخت نقدی یارانه تنها برای 2 ماه است و پس از آن به کالابرگ تغییر شکل خواهد داد. از سوی دیگر، مانور سراسری بازرسی و تشدید نظارت بر نانوایی‌ها در دستور کار نهادهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته و دادستان تهران دستور برخورد جدی با نانوایان غیر فعال و متخلف را در سراسر کشور صادر کرده. علی صالحی پس از جلسه مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و سمت، سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات تهران خواستار این برخورد شده. با توجه به افزایش قیمت‌ها و موج نارضایتی‌ها در این رابطه، از رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس پرسیدیم آیا توضیحات ابراهیم رئیسی در برنامه تلویزیونی دیشب می‌تواند از اعتراض‌ها به گرانی کم کند یا برعکس باعث دور تازه‌ای از اعتراض‌ها خواهد شد. ببین آقای رئیسی که خودش هم فکر نمی‌کنم خیلی متوجه حرفایی که می‌زد باشه، لکنتی که داشت، اشتباهاتی که می‌کرد،
ولی اونایی که این برنامه رو نوشتن به نظر من اصلا آقای رئیسی و دولت ایشون سر کار اومد برای اجرای همین نوع برنامه و این علامت این هست. یعنی اینها واقعا به نظر نمیرسه به دنبال اصلاح اقتصادی، جراحی اقتصادی باشن. اینا کلمات گنده و توجیهگری است که برخی هم برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست مداخله گرانش آوردن در پشت منافع ملی، امنیت ملی، نفوذ استراتژیک پنهان بکنن. اولا این علامت این هست که کفگیر تای دیک خورده، بعد برجام به دست انداز افتاده، یعنی آقایون برجام در تعلیقه. یعنی من اینها رو علامت این میدونم. از اون طرف هم خوب حاضر نیستن از سهم خودشون از کیک اقتصاد کشور در ردیف های بودجه کم بکنن. آمدن و باز هم دست در جیب مردم و در سهم مردم کردن. هم اصلش ایراد داره اینجاست، هم روش اجراش یعنی چه یارانه نقدی بدن و چه کوپونیش بکنن، کالا برگ الکترونیکیش بکنن، هر دوش هم فسادآور هم تورمزاست. ولی دست بردن و دخالت در نان مردم تاریخ نشون داده که لقمه گلوگیریست و اینها هم این رو میدونن. فایل صوتی که افشا شد و مدیر رادیو فرهنگ در واقع انتقال داد دستورالعمل بالایی ها رو به بدنه این رادیو، افشا کرد این رو که به بخش رسانه‌ای نظام سانسور و سرکوب آمده که سانسور کنید. ایشون رسما میگه که نمیخواد حالا صدای مردم باشید، حالا روزنامه یه چیزی نوشتن شما منعکس کنید. این دفعه دیگه نابخشودنیه و این یه پازلی رو نشون میده که دورخیز کردن برای کنترل، برای سانسور و سرکوب. احتمال زیاد همین نوع دستورالعمل‌ها هم مثلا برای سپاه رفته، برای نیرو انتظامی رفته، برای وزارت ارتباطات رفته که اینترنت رو قطع بکنید. یعنی خودشون رو منقبض کردن، آماده کردن که در برابر اعتراضات مردمی بایستن. حالا ممکنه با مسکنه هایی که آقای رئیسی دیشب قولش رو داد کمی به تأخیر بندازن، ولی این گرانی انفجاری خواهد بود. تو قوت لایموت مردم داره دست میبره و بی تردید باعث اعتراضاتی خواهد شد. توضیحات رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس را شنیدید. پیشتر انتقادات زیادی از بلا تکلیفی دولت در مواجهه با حذف ارز تدریجی و سیاست‌های جبرانی آن مطرح شده بود. در همین رابطه از آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، پرسیدیم آیا طرح جدید اعلام شده این ابهامات را برطرف می‌کند؟ اون شیوه عمل دولت در واقع بر پایه آزمون و خطا است. یعنی کماکان ما برنامه شفاف و جامع و روشنی با جزئیات قابل اتکا که ابتدا تا انتهای برنامه رو تصویر بکنه نداریم. بر اساس صحبت‌هایی که آقای رئیسی کرده و دیگر مقام‌های دولتی در این روزها داشتند، به نظر می‌رسه که مستهای ما از این چیزی که فعلا در حال جریان هست اینه که یارانه‌هایی که اعلام شده علاوه بر یارانه‌های پیشین نیست، یعنی با احتساب یارانه‌های نقدی و معیشتی قبلی و به نوعی تجمیع تمام یارانه‌های نقدیه. اگر دولت بخواد این برنامه رو تا پایان امسال پیش ببره، نیاز به اعتباری در حدود ماهانه 25,000 میلیارد تومان که سالش میشه 300,000 میلیارد تومان داره، در حالی که میدونیم کل منابع ریالی که برای اصلاح یارانه ها در نظر گرفته شده 306,000 میلیارد تومان هست که 230 تا 250,000 میلیارد تومانش برای در واقع تغییر نحوه پرداخت یارانه ها از ارز ترجیحی به یارانه نقدی یا شیوه دیگری است که دولت اون رو انتخاب بکنه. یک یارانه 71,000 میلیارد تومانی نان و گندم و آرد در همین دل 306,000 میلیارد تومان هست که به گفته آقای رئیسی دست کم 80% اون، یعنی یارانه نان سنتی، قرار هست که ادامه پیدا بکنه. با این حساب به نظر میرسه که این برنامه تا پایان سال اگر بخواد به همین ترتیب پیش بره، مشکل کمبود منابع خواهد داشت و این مشکل کمبود منابع به مسائل و مصائب اقتصادی ایران خواهد افزود. پاسخ آرش حسنیا رو شنیدید در مورد امکان برطرف شدن ابهامات در طرح حذف تدریجی ارز 4200 تومانی با راهکاری که ابراهیم رئیسی دیشب ارائه کرد. بر مبنای گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، همزمان با دور جدید سرکوب معترضان در استان خوزستان، ده‌ها نفر به شکل گروهی و خانوادگی بازداشت شدند و حتی تعدادی از کودکان هم در میان بازداشت شدگان هستند. برای جلوگیری از اطلاع رسانی درباره وضعیت خوزستان، علاوه بر ایجاد اختلال در اینترنت، ماموران امنیتی خانواده برخی فعالان سیاسی و مدنی این استان در خارج از کشور را هم به بازداشت تهدید کردند.
ببین، از جمعه که اعلام شد در اعتراض به گرونی، آلودگی هوا، مشکل کم آبی، مردم در شهرهای مختلف خوزستان میخوان تجمع بکنن، اینترنت قطع شد. یه میشه گفت کمتر از 24 ساعت هیچ اطلاعی نبود و این باعث نگرانی‌های بیشتر شد. بعد آروم آروم گزارش‌های منتشر شد که خب بازداشت داره صورت میگیره، حجم بازداشت ها گسترده است، داره برخورد میشه و اینطور که منابع ایران اینترنشنال میگن توی این چند روز بازداشت ها عمدتاً شبانه بوده، چون تجمع ها هم شبها صورت میگیره. اتفاقی که افتاده تو شهرهای مختلف مثل سوسنگرد، مثل اهواز، مثل حمیدیه، مثل ایزه، مردم رو به شکل گروهی و خانوادگی دارن بازداشت میکنن. یعنی اینجور که تعریف میکنن، ماموران امنیتی میرن در خونه ها، اونم بسیار به شکل وحشیانه در خونه رو میشکنن، میرن داخل، اعضای خونه، زن، شوهر، پسرمو، دخترمو و فرزندانی رو که در اون خونه هستن با خودشون میبرن. تعداد بازداشت ها گسترده است. گفته میشه درصدی از این بازداشتی ها رو که بینشون کودکان هم هستن به زندان شیبان اهواز منتقل کردن. ولی نکته ای که وجود داره اینه که خب اولا ما نمیدونیم اینا چرا بازداشت شدن، دوما اینکه دسترسی به وکیل ندارن و بر اساس گزارش هایی که از زندان شیبان اهواز اومده میدونیم که شرایط این زندان اصلا شرایط مناسبی نیست. بعضی اسامی که حالا توی این مدت احراز هویت شدن، احمد سیاهی، اگر اسامی رو درست تلفظ بکنم، فعال مدنی، عطیه مقینمی، حسین مقینمی، جاسم بهرانی، هاشم بهرانی، عمر ترفی، عادل حمادی، مصطفی چلداوی، عباس چلداوی، عماد سواری، سعید دهیمی از جمله بازداشتی ها هستن که حتی تو همین اسامی هم میبینیم که فامیلی ها شبیه همه و تاکید میشه روی این بازداشت های خانوادگی. از طرف دیگه برای اینکه در مورد وضعیت در حال بازداشتی در خوزستان اطلاع رسانی نشه، به ما گفته شده که خانواده فعالان مدنی که در خوزستان هستن و خارج از ایران دارن فعالیت میکنن، این فعالان مدنی، خانواده هاشون در داخل تهدید شدن که اگر هر اطلاع رسانی بشه اونها رو یا بازداشت میکنن یا باشون برخورد میکنن. توضیح همکارم رو شنیدید، نیکی محجوب. در ادامه چند خبر کوتاه. وزارت بهداشت و درمان از شناسایی 132 بیمار مبتلا به سرخک در کشور خبر داده. به گزارش رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری، آمار مبتلایان به سرخک در گروه‌های سنی کمتر از 10 سال رو به افزایش است. محسن زهرایی گفته واکسیناسیون سرخک برای همه افراد رایگان و بدون نیاز به مدرک خاصی انجام می‌شود و دریافت واکسن برای کودکان 1 ساله تا 18 ماهه ضروری است. رئیس شورای تامین کنندگان دام میگوید تنش آبی و خشکسالی در 13 استان کشور به تولید دامهای بیکیفیت منجر شده و کمبود آب فشار مضاعفی به دامداران وارد کرده. به گفته منصور پویان، وقتی دامها ضعیف میشوند تقویت آنها سخت خواهد شد. رئیس مجمع صادرکنندگان دام تنش آبی برای دامداران در 5 استان خوزستان، ایلام، کرمانشاه، فارس و اصفهان را بیشتر از سایر استانها توصیف کرده است. وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس درباره وضع رودخانه‌های مرزی با افغانستان گفت در موضوع هیرمند از هیئت حاکمه افغانستان رضایت ندارند. حسین امیر عبداللهیان اما در ادامه گفت طالبان پذیرفته باید به ایران نقابه بدهد. تا الان در عمل کمک هیئت حاکمه موقت افغانستان نکرده، ولی آقای متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان به من قول داد که جدیت جمهوری اسلامی ایران رو درک بکنه و نسبت به آنچه که قبول داره بر مبنای قرارداد 1351 و توافقاتی که وجود داره با جدیت و متعهدانه عمل بکنه. موضوع قرارداد هیرمند و قرارداد 1951 یک قرارداد ثبت شده بین المللی و یک قرارداد رسمی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هست. من مایلم به این نکته اشاره کنم که از این منظر ما در دستگاه دیپلماسی خرسند هستیم که هیئت حاکمه موقت افغانستان بر
برداشت و درک درستی نسبت به این موضوع داره. اونها در توضیحاتی که برای ما میدن بالاخره به دلیل ناهماهنگی ها و برخی از آشفتگی هایی که در وضعیت فعلی افغانستان وجود داره میگن بعضی از اقدامات به خوبی انجام نشده، اگر در آب انحرافی ایجاد شده عواملی در این موضوع دست داشتن ولی ما آب را آزاد کردیم. توضیحات حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران را شنیدید. اما در ادامه از ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو پرسیدیم موضوع هیرمند میان ایران و افغانستان با چه چالش هایی روبروست و اساسا آیا امکان حل و رفع این چالش ها وجود دارد؟ مشکل فکر نمی کنم خیلی قابل حل باشه به دو دسته دلایل. دلیل اول اینکه برای حتی در سالهایی که ترسالی بود یک و دولت متمرکز مستقر داشت افغانستان این حق قابل داده نمی شد. الان تقریبا خوشسالی های باقیگاه هست اینجا و اساسا اتفاق حاکمی افغانستان یعنی چی؟ یعنی کسی دقیقا نمی شود یک اون دولتی که توی الان کابل مستقره مثلا می کنید به بستان نیموز هم اختیارات داشت. برای خود اون توافقنامه تو متنش خیلی جای تشکیک است به نفع طرف افغان، به خاطر اینکه اشاره شده که آن حقابهی که داره بهش اشاره میشه فقط مال سالهای ترسالیه، اما مستقرن خوشسالی رخ میده. بعد از سالهای خوشسالی هم اینا میتونن خوشسالی انباشته یعنی به حساب اثر خوشسالی مانده از سالهای قبل رو بهانه قرار بدن و تخصیص ندن این حقابه رو. به همین خاطر موضوع خیلی پیچیده است و من فکر نمی کنم به این راحتی قابل حل باشه. توضیحات ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو را شنیدید. دادگاه استیناف بلژیک حکم نهاییش در پرونده همدستان اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی زندانی و متهم به طراحی عملیات تروریستی در نشست مجاهدین خلق را اعلام کرد. بر اساس این حکم امیر سعدونی و نسیم نعامی به 18 سال زندان و سلب تابعیت بلژیکی و همینطور مهداد عرفانی به تعامل 17 سال زندان و سلب تابعیت بلژیکی محکوم شدند. اسدالله اسدی هم پیشتر به 20 سال زندان محکوم شده بود. نیلوفر پور ابراهیم همکارم که امروز مقابل این دادگاه بود و جزئیات بیشتر این خبر. برای خیلی کوتاه بود جلسه اعلام حکم دادگاه تجدید نظر آنتورپ بلژیک که در این دادگاه قاضی دادگاه تایید کرد اتهامات متهمین رو، هرچند که سه جلسه به طور کامل از صبح تا بعد از ظهر کارشناسی بررسی شده بود اتهامات اونها، ولی احکام تایید شد در نهایت و حتی حکم امیر سعدونی که در دادگاه اولیه 15 سال زندان بود 3 سال افزایش پیدا کرد و به 18 سال رسید. برای دادگاه مهرس شده که این افراد با قصد حمله و عملیات تروریستی اقدام و همکاری کردند با اسدالله اسدی و دادگاه گفته که حالا جزئیات حکم رو بعد از ظهر امروز منتشر خواهد کرد. وکیل امیر سعدونی گفت که از این حکم بسیار تعجب کرده و متاسف شده به دلیل اینکه امیر سعدونی با دادگاه همکاری کرده و قصد به گفته او قصد عملیات تروریستی یا کشتار مردم رو نداشته. حالا باید ببینیم که آیا این سه نفر باز هم به حکم دادگاه اعتراض میکنن یا نه. میدونیم که اسدالله اسدی خودش نه تنها در دادگاه حضور پیدا نکرده هیچ کدوم از جلسات، بلکه به حکم دادگاه هم اعتراضی نکرده. حکم او همون یک سال و نیم پیش تایید شده، نهایی شده و او در حال گذروندن زندانشه، هرچند که ایران تلاش میکنه تا او رو مبادله بکنه یا آزاد بکنه. توضیحات نیلوفر پور ابراهیم همکارم رو شنیدید از مقابل این دادگاه در بلژیک. همزمان با این دادگاه، دادگاه حمید نوری هم در سوئد به پایان رسیده و حکم او به زودی ابلاغ خواهد شد. معاون قوه قضاییه ایران در تازه ترین واکنش گفته پرونده حمید نوری یک پرونده سیاسی است و مبنای قضایی ندارد. کاظم غریب آبادی با انتقاد از سوئد و بریتانیا گفته رویکرد سوئد نسبت به جمهوری اسلامی خصمانه شده. غریب آبادی همینطور با انتقاد از نحوه برگزاری دادگاه مقام قضایی امنیتی جمهوری اسلامی در استکهلم گفته برای نجات حمید نوری با تمام ظرفیت از او دفاع خواهند کرد. سخنگوی قوه قضایی هم در رابطه با مبادله احمدرضا جلالی و حمید نوری گفته این دو ارتباطی به هم ندارند و پرونده نوری یک پرونده سیاسی و روند محاکمه‌اش نامشروع است. ذبیح الله خدایان از قطعی بودن حکم اعدام احمدرضا جلالی خبر داد و گفت اجرای این حکم در دستور کار مقام‌های قضایی است. خب متاسفانه همونطوری که جناب علی بیان کردید، تشکیل پرونده برای جناب آقای حمید نوری جنبه سیاسی داره و تحت القاعات منافقین و معاندین
این پرونده تشکیل شده. در واقع نمیتوان اسم چنین پرونده‌ای رو پرونده قضایی گذاشت. یک پرونده سیاسی است که متاسفانه دستگاه قضایی کشور سوئد کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی خودشون رو در حق ایشون رعایت نکرده. همکاران ما در دستگاه قضایی بخصوص معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر با کمک وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم رو داشتن و پیگیری‌ها در حال انجام هست، هم در جهت مازدت حقوقی، هم در جهت پیگیری و دفاع از حقوق این شخص و همچنان ادامه خواهد داشت. که ما اعتقاد داریم ایشون بیگناه است، جرمی مرتکب نشده، محاکمه ایشون نامشروع است و باید به اون پایان داده بشه، نه اینکه برخلاف اصل براءت قبل از محکومیتش بیانیه بدن که بله باید به حبس ابد محکوم بشه. در ادامه نظر رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از سوئد را در مورد این واکنش تند جمهوری اسلامی جویا شدیم. خیلی دیر این واکنش ها اتفاق افتاده. از زمان که حمید نوری در سوئد بازداشت شد منتظر بودند ناظران که واکنش نشون بده قوه قضاییه دولت جمهوری اسلامی، اما یک سکوت بود تا آخر سال 2022 ما واکنشی نداشتیم از سوی جمهوری اسلامی. و بعد الان همزمان با پایان دادگاه، یعنی از روز برگزاری آخرین جلسه دادگاه، با بالا آوردن نام احمد رضا جلالی، زنده کردن پرونده او که جریان و روندی ظالمانه محکوم شده است به اعدام، فضا رو به گونه ای کردن که احتمالاً بر رأی دادگاه در واقع سوئد تأثیر بگذارن. مجموعه اظهاراتی که مقام های قضایی جمهوری اسلامی میکنن یک وجه مشترک داره که جالب توجهه. اونها هیچ کدوم اشاره میکنن که اساساً اتهام آقای نوری چیست، به چه متهم شده. تنها کلیگویی در واقع میکنن که اتهام ها ساسی است یا دادگاه روند دادرسی عادلانه رو طی نکرده. هیچ کدام از اونها نگفتند که آقای نوری به چه متهم شده. او متهم است به جنایت جنگی و قتل از نوع سنگین به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 در زندان گوهردشت. این رو اصلا شما در گفته های مقام های جمهوری اسلامی نمی بینید. آنچه که از سوی جمهوری اسلامی درباره پرونده حمید نوری مطرح میشه صرفاً تلاشی است برای اینکه سوئد رو و دولت سوئد رو به عنوان یک دولت متخاصم معرفی بکنه، بدون در نظر گرفتن این قوه قضاییه در اینجا به شکل مستقل عمل میکنه. حمید نوری بر اساس شکایت شاکیان مدقل بازداشت شد. هر چهار هفته یک بار بازداشت او تمدید شد. 92 یا به روایت 93 جلسه دادگاه برای او تشکیل شد. هر کدام از این جلسات بالای دست کم 4-5 ساعت طول کشیدند و در نهایت حالا دادگاه رفته است به شور تا در روز 23 تیر رأی خودش رو صادر بکنه. میبینیم این تلاش ها به نظر میاد و این است که بر رأی احتمالی این دادگاه تأثیر بگذاره. بعید است که چنین اتفاقی بیفته. اون سکوت اولیه هم شاید به این دلیل بوده است که در پس پرده تلاش میکردند که شاید ایجاد بکنند که این دادگاه به این نقطه نرسه. منتها حالا که در واقع جلسات برگزار شد و به انتها رسید و در واقع رویه شاید شکست خورده، تلاش میکنند که به این ترتیب بازی و عمل بکنند. توضیحات رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از سوئد را شنیدید. ژاپن در واکنشی جدید به تجاوز نظامی ارتش پوتین به اوکراین فهرستی از تحریم‌های تازه را علیه روسیه اعمال کرده. بر این اساس دارایی‌های برخی مقام‌های کرملین در ژاپن از جمله نخست وزیر روسیه ضبط می‌شود. دور جدید تحریم‌های توکیو علیه مسکو همینطور شامل منع صادرات آخرین تکنولوژی‌ها به بعضی نهادهای روسیه مثل نهادهای تحقیقاتی است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم قانون تسهیل ارائه قرضی تسلیحات به اوکراین را که در کنگره تصویب شده بود امضا کرد. بایدن گفت آمریکا حامی اوکراینی هایی است که از کشور و دموکراسیشان در مقابل جنگ ظالمانه پوتین دفاع می کنند.
وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده در حال آموزش به بیش از 300 نیروی نظامی اوکراینی برای استفاده از تسلیحات و سیستم‌های دفاعی ایالات متحده است. از هوشنگ هستنیاری کارشناس نظامی پرسیدیم قانون جدیدی که بایدن امضا کرده و آموزش نظامی نیروهای اوکراینی چه تأثیر و پیامدهایی در جنگ اوکراین دارد و یا کیفیت تسلیحاتی که اوکراین برای مقابله با روسیه به کار گرفته بهتر خواهد شد؟ ببینید، از زمانی که این جنگ شروع شد، دولت آمریکا نظیر سایر کشورهای ناتو مبالغ هنگفتی به اضافه تسلیحات بسیاری به اوکراین دادند و اون چیزی که بایدن امروز امضا میکنه، قبلا امضا کرده و در آینده امضا خواهد کرد، در جهت تقویت بنیه نظامی و مالی دولت اوکراین خواهد بود. بنابراین تاثیر مستقیم اینها رو بر جنگ خواهیم دید، به خصوص زمانی که تسلیحات پیشرفته بیشتری به اوکراین داده بشوند و همچنین تعلیماتی رو که شما به اونها اشاره کردید. صدای هوشنگ حسن‌یاری کارشناس امور نظامی رو شنیدید که به پرسش‌های ما در مورد جنگ روسیه با اوکراین پاسخ میداد. و اما دارندگان کارت سبز یا همان گرین کارت در آمریکا می توانند پس از 5 سال اقامت در ایالات متحده تابعیت این کشور را دریافت کنند. به گزارش اداره مهاجرت آمریکا، حدود 70,000 ایرانی دارای کارت سبز هنوز برای دریافت مجوز اقامت دائم اقدام نکردند. مدیر بخش حقوقی این اداره در گفتگو با همکارم نیلوفر منصوری به ایرانی ها توصیه می کند تا قوانین تغییر نکرده جهت گرفتن تابعیت اقدام کنند. اداره مهاجرت آمریکا اعلام کرده است با توجه به افزایش تصاعدی تعداد دارندگان کارت سبز در این کشور، شرایط اخذ تابعیت یا سیتیزنشیپ در ایالات متحده در آینده نزدیک دستخوش تغییر خواهد شد. به گفته این نهاد، بیش از 9 میلیون نفر از واجدین شرایط تا به امروز اقدامی در این راستا نکردند. از این تعداد 70,000 نفر مهاجران ایرانی تبار هستند. اشلی تبدر، قاضی ایرانی آمریکایی و مدیر بخش حقوقی اداره مهاجرت آمریکا به ایرانیان واجد شرایط توصیه می‌کند که در اسرع وقت جهت اخذ تابعیت ایالات متحده اقدام کنند. من فکر میکنم بسیاری به دلیل پیشینه‌ای که با حکومت‌های کشورهای خودشون داشتند از دولت آمریکا هم هراس دارند و ورود به مسائل مهاجرتی براشون پیچیده است. ولی من بهشون اطمینان میدم که ما اینجا هستیم برای شفاف سازی و تسهیل کسب تابعیت. میخواهیم اونا بدونن که به آسونی به ما دسترسی دارن. داشتن کارت سبز یک امتیازه، اما حقی به شما عطا نمی‌کنه. کارت سبز به شما اجازه میده در این کشور اقامت داشته باشید، اما با تابعیت دائم شما امنیت دارید و حمایت میشید. برخی از ایرانیان مقیم آمریکا با کفایت به داشتن کارت سبز و انجام سفرهای متعدد به خارج از خاک این کشور، صلاحیت کسب تابعیت دائم را به تأخیر انداختند و این غیبت‌های طولانی به گفته وکلای اداره مهاجرت پرچم قرمزی است که حتی تمدید کارت سبز را به خطر می‌اندازد. این که فقط 5 سال از تاریخ کارت سبز گذشته باشه برای کسب شهروندی کافی نیست. شما باید مدت زمان مشخصی در آمریکا حضور فیزیکی داشته باشید. این بخشیه که ایرانی ها باید بهش توجه کنند، چون بسیاریشون رفت آمد می کنند. باید بدونید که حداقل 2.5 سال نباید از خاک آمریکا خارج شید. در تازه ترین رویداد، یدالله شهبازی، معاون امیرعباس هویدا، نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی که همزمان با وقوع انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده بود و از ایران گریخت، در 97 سالگی توانست تابعیت آمریکا را اخذ کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنونم که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. اینجا لندن است. شنونده رادیو ایران اینترنشنال است. گسترده ترین پوشش خبری، حضور در بطن هر صحنه خبری، با
با روایت‌های دقیق و بی‌طرف. رادیو ایران اینترنشنال برای شما درباره شما